چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. روزنامه شرق چاپ تهران در شماره روز یکشنبه 17 اردیبهشت خود نوشته است که مهاجران افغانستانی در ایران با مشکلات جدیدی روبرو شده اند که یکی از آنها عدم امکان خرید نان یا استفاده از مترو به علت نداشتن کارت بانکی است. به نوشته شرق، مدتی است صدور کارت بانکی برای مهاجران افغانستانی متوقف شده و هیچ تسهیلاتی برای دریافت کارت بانکی برای کسانی که در طرح آمایش شرکت کرده اند و دیگر مهاجران افغانستانی تا امروز تعریف نشده است. این روزنامه در ادامه نوشته است از آنجایی که در چند ماه گذشته هم نانوایی های کشور موظف به فروش نان به وسیله کارت بانکی برای همه خریداران از جمله شهروندان افغانستانی شده اند، بسیاری از این گروه قادر به تهیه کارت بانکی نیستند. دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامزلو در شهر مزار شریف کشور افغانستان در چارچوب فعالیت‌های خیریه خود اقدام به ذبح چند رأس گوسفند کرد. این اقدام در روز جمعه 14 شوال المکرم سال جاری و به نیت سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف انجام شد و گوشت حاصل از آن در میان صدها خانواده نیازمند توزیع گردید. با بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی در ایران و اعتراضات اخیر در این کشور، موج جدید و گسترده تر مهاجرت میان اصناف و متخصصان در مشاغل مختلف آغاز شده است. منصور جعفری نمین، رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی ایران، در روز یکشنبه 17 اردیبهشت از مهاجرت بیش از 800 ماما به خارج از کشور در سال گذشته خورشیدی خبر داد. پیش از این نیز رضا لاریپور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، درباره خروج گسترده پزشکان از ایران به دلیل مشکلات معیشتی، سیاسی و اجتماعی هشدار داده بود. افزایش مشکلات اقتصادی، پایین بودن درآمد در قیاس با دشواری کار و نیز نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی از دلایل اصلی رشد چشمگیر مهاجرت شاغلان صنوف مختلف در ایران دانسته می‌شود. رسانه‌های پاکستانی از ثبت دو مورد مرگ ناشی از ویروس کنگو در این کشور خبر داده و گفته‌اند که یک تن از قربانیان یک زن 20 ساله باردار افغانستانی بوده است. روزنامه دان روز دوشنبه 18 اردیبهشت به نقل از منابع صحی در پاکستان گزارش داده که یک مورد در شهر کویت و مورد دیگر در شهر کراچی این کشور به ثبت رسیده است. کنگو از ویروس‌های مهلک و خطرناکی است که از گوشت حیوانات به انسان انتقال پیدا می‌کند. بر اساس یافته‌های پزشکی، این ویروس در بدن و ترشحات دام‌ها قرار دارد و معمولاً حین ابتلای دام‌ها علائم و نشانه‌های از خود نشان نمی‌دهد. دانشگاه جورج‌تاون اولین دانشگاه آمریکا بود که 24 سال پیش یک نمازخانه تمام وقت برای دانشجویان تأسیس کرد و حالا اولین مسجد در محوطه این دانشگاه افتتاح شده است. این مسجد به نام یارو محمود دارای وضوخانه، سالن برگزاری جلسات و آشپزخانه حلال است. ساخت این مسجد از سال 2019 میلادی آغاز شد، اما افتتاح رسمی آن در ماه مارس سال جاری میلادی انجام شد و حالا درهای مسجد به روی افرادی که می‌خواهند مکانی برای عبادت در محوطه دانشگاه داشته باشند باز شده است.